اسنادی که دولت آمریکا اخیراً درباره واقعه کودتای 28 مرداد 1332 منتشر کرده، ابعادی تازه از تماس‌های آمریکا با دو نفر از برجسته‌ترین روحانیان وقت ایران، یعنی ابوالقاسم کاشانی و محمد بهبهانی را روشن می‌کند. اینکه چطور آمریکا برای اختلاف انداختن در جبهه ملی سیاست تعامل با کاشانی را در پی گرفت و او چه چیزهایی را به صراحت به واشنگتن می‌گفته. همچنین بنابر یک سند که از حالت طبقه بندی فوق سری خارج شده، محمد بهبهانی از عوامل اصلی کودتا بوده و از سفارت آمریکا پول دریافت کرده بود. کامبیز فتاحی از واشنگتن گزارش می‌دهد. روزی سرنوشت‌ساز در تاریخ ایران، 28 مرداد 1332. محمد مصدق را کنار زدند، شاه را به قدرت برگرداندند. عملیات سازمان‌های جاسوسی آمریکا و بریتانیا و طرفداران سلطنت اما زوایای تاریک زیادی دارد. تماس‌های پشت پرده با دو نفر از پرنفوذترین روحانیون سیاسی وقت در ایران، ابوالقاسم کاشانی و محمد بهبهانی. تماس‌هایی که اسنادش حالا بعد از گذشت بیش از 6 دهه از صندوقچه اسرار دولت آمریکا بیرون آمده. What we see are a number of documents that show conversations between Kashani. تعدادی از اسناد نشون میده که کاشانی با لوی هندرسون سفیر آمریکا گفتگوهایی داشته، همینطور با حزب توده. به نظر میرسه بازی کاشانی مثل بازی بقیه همکاراش در عرصه سیاسی آن دوره ایران، اینکه یک طرف رو به رقابت علیه طرف دیگه تشویق کنه تا از اون به نفع خودش استفاده کنه. این اسناد نشان می‌دهد که کاشانی ماه‌ها قبل از کودتا حداقل یک بار با مأموران سازمان سیا دیداری داشته. سازمان سیایی که بنابر مدارک برای برهم زدن آنچه ائتلاف نامقدس کاشانی و مصدق می‌خواند روی آقای کاشانی تمرکز کرده بود و در فکر تخریب شخصیت یا رشوه دادن به او بوده. ارزیابی مأموران سازمان سیا از کاشانی پس از دیدار با وی در 14 دی ماه 1330 در حد بی‌نزاکتی روک است. افراطی، خود بزرگبین و متوهم. بلند پروازی منطقه‌ای دارد و از دسیسه چینی لذت می‌برد. لوی هندرسون سفیر وقت آمریکا در تهران و از طراحان نقشه کودتا حداقل دو مرتبه با کاشانی دیدار کرده. خط مشی تعاملی که به عقیده برخی از کارشناسان هدف اصلیش دامن زدن به اختلافات کاشانی با مصدق بوده. The strategy is basically to butter up Kashani, say what a great individual. استراتژی این بود که مغرورش کنند، بگویند چه شخصیت بزرگی است، چقدر مهم است. حتی به او میگفتند که یک رهبر مهم جهان اسلام است، نه فقط ایران. این حرفا اساساً برای این بود که مغرورترش کنند. استراتژی این بود که بین او و مصدق اختلاف بیاندازند. استراتژی که به نظر میرسد مؤثر بوده. آقای کاشانی بی پرده از برنامه‌هایش برای ایران و منطقه به سفیر آمریکا میگفته. گزیده‌ای از حرف‌های کاشانی: متحد کردن جهان اسلام برای مبارزه با کمونیسم، امپریالیسم و استعمار. سازماندهی یک ارتش متشکل از میلیون‌ها مسلمان. به نفع آمریکا و صلح جهانی است که نظرات کاشانی جدی گرفته شود. و این نقل قول از کاشانی: من یک شخص عادی نیستم، من رهبر جهان اسلام هستم. این به نفع تمام مردمان خوب در همه جاست که جهان اسلام و آمریکا همکاری کنند. در اسناد جدید مدرکی که نشان بدهد ابوالقاسم کاشانی از نقشه کودتا خبر داشته یا از آمریکا وعده پول و مقام گرفته وجود ندارد. برخی از ناظران معتقدند که آمریکایی‌ها از او در روند تضعیف محمد مصدق استفاده کردند، نه در عملیات نهایی کودتا. I doubted very much that he would have been involved. من خیلی تردید دارم که کاشانی در کودتا شرکت داشته باشد، نه برای اینکه با طرح کودتا مخالف بوده، بلکه به خاطر اینکه بریتانیایی‌ها و آمریکایی‌ها آنقدر به کاشانی اعتماد نداشتند که بخواهند او را وارد جوانب فنی طرح کودتا کنند. آنها به کاشانی احتیاجی هم نداشتند. برگ برنده اصلی کاشانی دسته‌های چاقوکشان بودند که عوامل ایرانی سازمان‌های جاسوسی بریتانیا و آمریکا، یعنی برادران رشیدیان و برادران بوسکو، هر کدام به طور جداگانه با آنها در ارتباط مستقیم بودند.
بنابر یک سند جدید، آمریکا برای آوردن طرفداران شاه به میدان از این مرد استفاده کرده، محمد بهبهانی، از علمای سرشناس تهران که به دربار شاه و دولت بریتانیا نزدیک بوده. عبارت دلارهای بهبهانی سالهاست که بر سر زبانها بوده، اما حالا بی بی سی فارسی برای اولین بار در بین اسناد آرشیو ملی آمریکا سندی رو پیدا کرده که داره میگه محمد بهبهانی چند روز قبل از کودتای 28 مرداد مبالغ سنگینی پول از سفارت آمریکا در تهران دریافت کرده بود و همینطور از طرح عملیات ارتش در صبح 28 مرداد مطلع بوده. محتوای سند: بنابر گزارش‌های موثق مورخ 19 مرداد، سفارت آمریکا به طور پنهانی به اشخاص با نفوذ خاصی از جمله آیت الله بهبهانی، روحانی معروف، مبالغ کلانی پول پرداخت کرده بود. و فقط چند نفر از نقشه کودتا با خبر بودند، از جمله آیت الله بهبهانی که مسئول سازماندهی تظاهرات بود. هواداران سلطنت واقعی 28 مرداد را رستاخیزی ملی و انقلابی مردمی می‌دانند که ایران را از هرج و مرج و خطر کمونیسم نجات داد. آن رستاخیز یا قیام یا کودتا، دست کم بنابر این اسناد با دخالت مستقیم سازمان‌های جاسوسی آمریکا و بریتانیا به ثمر رسید. کشورهایی که در راه تأمین منافع اقتصادی و استراتژیک خود با عوامل و چهره‌هایی در داخل ایران همکاری کردند که برخی از آنها را افراطی، خطرناک و فرصت طلب می‌دانستند. کامبیز فتاحی، بی بی سی، واشنگتن. مازیار بهروز، استاد تاریخ معاصر خاورمیانه در دانشگاه ایالتی سان فرانسیسکو، اینجا در استودیو با ما. سارا بهروز، در مورد آیت الله کاشانی چه نکته جالبی در این مطالبی که تازه از طبقه بندی خارج شده میشه دید؟ نکته جدیدی نیست، جالبش تماسایی که گرفتن، باهاش صحبت کردن، همین نقل قولایی که مستند شما آورد و اینکه ارزیابی آمریکایی‌ها از ایشون چی بوده، اینا جالب بود، ولی جدید نیست. یعنی نکته جدیدی در مورد خود آقای کاشانی ندیدم تو این، ولی در مورد آقای بهبهانی نکات بسیار پررنگتری وجود داره. بله. و اینکه حرف از این هستش که او حتی از سفارت ایالات متحده در تهران پول نقد گرفته و آگاه بوده در مورد آنچه که 28 مرداد قرار بوده اتفاق بیفته. زن به این میرفت، قبلا صحبتش شده بود، ولی با توجه بکنین که برعکس کاشانی، آقای بهبهانی روحانی چندان مهمی نبوده، پای اجتماعی وسیعی نداشته، به روحانی درباری معروف بوده و بنابراین این ارتباط با بهبهانی هنوز اون مشکلی که در میدان روز 28 مرداد چه گذشت رو حل نمی‌کنه. ولی باید هم توجه بکنید که روز 28 مرداد ما میدونیم چند نفر تو خیابون بودن، این حدود 2000 تا 3000 نفر بودن و کار اصلی رو سرنگونی حکومت و ارتش انجام داد، نیروی مسلح انجام داد و این توده‌ای که سرش صحبت میشه 2000 تا 3000 نفر، یه بخشش رو CIA پول داده بود، اراذل لوباش بودن، یه بخشش مردم عادی بودن، یه بخشش هم طرفدارهای افراد مختلف بودن که بهبهانی هم میتونست طرفداراش باشن، ولی بهبهانی نمیتونست تعیین کننده باشه به این معنی که یه روحانی خیلی پرطرفداری نبوده. یعنی در این شطرنجی که آمریکایی‌ها اگر بگیم چیده بودن و پولی که هزینه کردن برای این کودتا که الان اسنادش منتشر شده، نقش آقای بهبهانی رو کجا میشدید؟ به نظر من نقش کناری، نقش گوشه‌ای داشته. به نظر من نقش اصلی رو اون شبکه‌ای بازی کرد که امکان اینو به وجود آورد که روز 28 مرداد تعدادی رو تو خیابون بیارن، چه با پول چه با تهیج، و از اون مهمتر به نظر من شبکه‌ای که تونست ارتش رو مجاب بکنه و هماهنگی بکنه که ضربه کاری رو به حکومت مصدق بزنه. شما اگه فیلم خونی مصدق رو می‌دیدی، جای گلوله و خمپاره هست، گاردای مصدق رو، نگهبانای جلوی در مصدق رو اینا سرکوب کردن. مصدق تو اتاقش که نشسته بود گلوله به در و دیوار می‌خورد که همکاراش بودنش بیرون. بنابراین کار اصلی سرنگونی حکومت مصدق رو این 2000 تا 3000 نفر نکرده، همچین چیزی امکان نداشته. کار اصلی رو ارتش کرده، این یک کودتا نظامی بود. هر از گاهی یک سری اطلاعات جدیدی از طبقه بندی خارج میشه. در این مورد خاص، در مورد 28 مرداد، در مواردی بوده که دولت آمریکا تا به تاخیر انداخته انتشار این اسناد رو. در این سری جدیدی که منتشر شده، چه چیزی بیشتر جلب توجه کرده برای شما؟
برای من همین رابطه‌ای که با آقای کاشانی داشتن جالب بود و اینکه ارزیابی که از آقای کاشانی داشتن و اینکه در تحلیل نهایی به نظر نمیاد اونا میخواستن که ازش استفاده خاصی بکنن روز کودتا. ولی خود ارتباطش با سفارت یا دیپلمات‌های آمریکایی جای تعجبش کجا هست؟ چون حرفایی که میزنه نشانه ای از این که دست کم اونجایی که ما در سند داریم میبینیم، نشانه ای از این که توطئه‌ای در کار بوده بین او و آمریکایی ها به نظر نمیاد. اینجوری بوده که کاشانی با مصدق اختلاف داشته، اینا سعی میکنن این اختلاف رو تشدید بکنن، از هر وسیله استفاده بکنن. اگر مثلا باید تشویق میکردن آقای کاشانی که تو آدم بزرگی هستی و باید جلوی مصدق واسی این حس قدرتش رو بیشتر بکنن، این کار میکردن. یک گزارشی هستش که روایتی هستش که پول براش فرستادن $10,000، ولی معلوم نیست این پول رسیده باشه و این مدارکی که بیرون اومده این رو حل نمیکنه، این قضیه رو حل نمیکنه. بنابراین نقش آقای کاشانی در روز 28 مرداد هنوز نقش مجهولیه. شما خودتون استاد تاریخ معاصر خاورمیانه هستید، بهتر از هر کسی میدونید که این کودتای 28 مرداد یک بخش بسیار مهمی از تاریخ ایران هست و هنوز هم در تاریخ معاصر ما هم بهش اشاراتی میشه. فکر میکنید که آیا با انتشار این اسناد این فصل از تاریخ ایران بسته خواهد شد یا هنوز ابهاماتی در موردش باقی است؟ نه، هنوز ابهامات هست، فصل نمیشه، هنوز راه داریم. خیلی ممنونم از شما مازیار بهروز، استاد تاریخ معاصر در دانشگاه ایالتی سان فرانسیسکو که در لندن تشریف داشتن با ما. ممنونم. اضافه کنم که گزارش مفصل کامبیز فتایی درباره کودتای 28 مرداد رو میتونید در سایت بی بی سی فارسی هم بخونید. در این گزارش ها که بر اساس اسناد آمریکا نوشته شده، به زوایای پنهان نقش دو روحانی پرنفوذ یعنی محمد بهبهانی و ابوالقاسم کاشانی در این کودتا میپردازد. آدرس وبسایت ما هست bbcpersian.com.